این ماه پربرکت رجب، ماه تحصیل تقوای الهی است برای هر کس در هر مرحله‌ای که هست. این ماه پربرکت رجب که شهر الولایه است، تلیعه ماه پربرکت شعبان است که شهر الرساله است، و هر دو مقدمان دو جناح و دو بالن برای ماه مبارک رمضان که شهر الله است. الان سه ماه مونده به پایان سال. بارها ملاحظه فرمودید که اونها که اهل سیر و سلوکن، سالشون اول فروردین نیست، سالشون اول ماه مبارک رمضان است. از اول ماه مبارک رمضان شروع میکنن تا ماه مبارک رمضان بعدی. رو این حساب الان دو ماه مونده به پایان سال. این سالک در هر مرحله از این مراحل دوازدهگانه مقصدی را در نظر دارد و طی میکند. حالا بیش از دو ماه نمونده به پایان سال. تا سال بعد چه باشد و چی تهیه کنم؟ و عمر هم خیلی روشن نیست. وقتی انس میگوید کسی آمده حضور مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تهیده و سنا، عرض کرد من در قلبم حیات و فروغ و نور احساس نمی کنم، از عبادت لذت نمی برم، خلاصه دل مردم. فرمود عیادت بیمار خیلی کمک می کند، تشییع جنازه خیلی کمک می کند، زیارت قبور خیلی کمک می کند. این کارهایی که متاسفانه در ما بین ما کم است، اینا خیلی انسان را زنده نگه می دارد. اونگاه می دارد چیزی که را باید به دست بیاورد در دست مردم نیست، چیزی که در دست مردم است تحصیل او هدف نیست. امیدواریم این ماه پربرکت رجب که حبل الله است برای همه ما وسیله ریزش اون آب حیات را فراهم بکنه و وسیله ریزش آب ظاهری را که مزارع و مراتع امت اسلامی هم سرسبز بشود تهیه کند در همون فضائل ماه رجب، که انا جلیس و من جالسنی مطیع و من اطاعنی و مانندان در پایانش آمده است که ماه پربرکت رجب حبل الله است.